جانان موسازه سخنگوی وزارت امور خارجه روز یک شنبه در نشست خبری از نشست سه‌جانبه مقام‌های وزارت خارجه افغانستان، ایران و هند در تهران خبر داد. موسازه افزود در این نشست معاونان وزارت‌های خارجه سه کشور اشتراک دارند. سخنگوی وزارت خارجه کشور هدف این نشست را بحث در مورد گسترش همکاری‌های تجاری میان هند، افغانستان و ایران و چگونگی استفاده افغانستان از بندر چابهار ایران عنوان کرد. نشست جانبه که امروز صورت می‌گیرد بین افغانستان، ایران و جمهوری هند، گسترش این همکاری‌های تجارتی و خاصاً ترانزیتی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به کشور سیومی یعنی جمهوری هند می باشد که ما از او استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که به نفع نه تنها گسترش و توسعه همکاری اقتصادی و تجارتی بین افغانستان، ایران و هند باشد، بلکه در راستای تقویت و گسترش همگرایی اقتصادی منطقوی هم یک گام مثبت و ارزنده ثابت شود و شامل مسائل همچون سرمایه‌گذاری های مشترک، ایجاد خط هوایی بین کابل، چابهار، دبی و برعکس و همچنان تأسیس شاخه های بانک های خصوصی در چابهار جهت تسهیل معاملات تجارتی و مسائل دیگر خواهد گردید. موسازه همچنان گفت این نشست مقدمه برای گسترش همکاری های اقتصادی سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در همین حال گفت دکتر زلمه رسول وزیر خارجه کشور در 16 اجلاس سران جنبش عدم تعهد که قرار است روز پنج شنبه هفته روان با اشتراک وزرای خارجه کشورهای عضو در تهران برگزار شود اشتراک میکند. کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک به تداوم مشورت ها، مذاکرات و جلسات در سطح رهبری متحد هستند و این یک قانون هست برای تبادل نظریات، مشورت ها و مذاکرات در رابطه با مسائل عمده منطقوی و بین‌المللی که ارتباط میگیره به صلح و ثبات و امنیت منطقوی و جهانی و افغانستان به صفت یک کشور بنیانگذاری جنبش که در گذشته نقش بسیار مهم و فعال و مؤثر در جلوگیری از منازعات بین‌المللی و در پیشرفت اهداف صلح و ثبات بین‌المللی نقش اساسی داشته متحد است. گفتنی است نشست سه جانبه افغانستان، ایران و هند هر 6 ماه یک بار در یکی از کشورها برگزار خواهد شد. بندر چابهار در جنوب شرق ایران که به بحر راه دارد فاصله آن با ولایت نیمروز 700 کیلومتر تخمین شده است. این در حالی است که گفته می شود همکنون 80% از تاجران افغان در انتقال کالاهای تجاریشان به کشور از بندر کراچی پاکستان استفاده می کنند.